شفاخانه اروینده که 15 کیلومتر از شهر تینی فاصله دارد، مریضان چشم را تداوی و تشخیص می نماید که اردو از طریق شبکه وای فای فعالیت می کند. این روش به نام تلی مدیسن یاد شده و در کشورهایی که تعداد زیاد مردم در مناطق دوردست آن زندگی دارند مورد استفاده قرار داده می شود. در ولسوالی تینی در ظرف 6 سال قبل 8 کلینیک چشم تأسیس شده است. این مراکز توسط دستیاران دکتران چشم اداره می شود که برای انجام معاینات کامل چشم، نظارت بر آزمایشات و تداوی جراحات اندک و همچنین تعیین نمره عینک آموزش دیدند. دکتران از این مراکز دور افتاده با فاصله 150 کیلومتر به باشندگان آن قریه هدایت های لازم را می دهند. این معمولاً یک وسیله خوبه برای باشندگان قریه هاست. واقعاً ما از این طریق می توانیم با دکتران صحبت نماییم. راجامان که باید یک روز را سپری کند تا به این شفاخانه برسد. فیس معاینه چشم صرف 50 سنت می باشد. این نیمه آن چیست که شفاخانه دریافت می دارد و او توانست $2 را به خاطر عدم پرداخت کرایه را پس انداز کند که وی می گوید با آن می تواند دوای خود را بخرد. سازمان صحی جهان تضمین می نماید که تا سال 2020، یعنی تا 10 سال آینده، هند قادر خواهد گردید تا از نابینایی هایی که به دلیل ابتلا به امراض بروز می کند جلوگیری خواهد کرد. قرار گزارش WHO سلس 45 میلیون نابینایی جهان در هند زندگی می کند که بخش اعظم این واقعات مریضان دیابت و کترک چشم می باشند. کمپ‌های سیار شفاخانه اروینده از 2 سال بعد این سو در سراسر قریه‌جات تنبل نادوی هند فعالیت دارد. دکتران در طول روز کار می‌کنند و هر سال حدود 750 مریض را تداوی می‌نمایند. اکنون دکتران در هر مرکز چشم به طور اوسط حدود 5000 مریض را تداوی می‌نمایند. هر مرکز اصلاً توسط برج‌های مخابراتی با شفاخانه‌ها در ارتباط است که در این قسمت محصلین پاهنتون بریکلی ایالت کالیفرنیای ایالات متحده همکاری نموده است. مجموعه مصرف این برج $2,200 آمریکایی تمام شده، ولی قیمت فعالیت آن بسا کمتر است. دکتر پینام پیرومالتیمی میگوید کمبود دکتران در هند تداوی از طریق کنفرانس های ویدیویی را ضروری میسازد. شاید شما مریضان را هیچ لمس نکنید و با مریض صحبت نکنید، اما این هنوز هم مفید است. اگر فقط بگذارید که مریضان دواهای غیر ضروری و مضر را استفاده کنند که به چشمانشان صدمه رسانند، پس بهتر است تا با مریضان مشوره داده شود که کدام دوا برایشان بهتر است. حکومت هند پلان دارد تا سالیان آینده این مراکز را به 20,000 افزایش دهد. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.